درود بر همه بچه‌ها، بچه خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. این ویدیو در واقع قرار بود یه پادکستی بشه که من تصمیم گرفتم این پادکست رو تبدیل کنم به ویدیوهای چند پارته که خب طبیعتا هر ویدیو موضوعش جدا خواهد بود. امروز قرار راجع به شو راو قبلی که برگزار شد و درافت حرف بزنیم، حالا مخصوصا درافتی که به گفته تریپادش یکی از بزرگترین درافت‌های تاریخ و از این حرفا. بریم که شروع کنیم ببینیم که چی داریم. واقعیتش این چی میگه این مثلا؟ واقعیتش خیلی همونجور گفتم نمیخوام روی شو راو مانور بدم، ولی خب از اتفاقات جالبش خیانت تریش به بک لینچ بود که من فکر کنم اون بلای سر لیتا هم خود تریش آورد. مچ مین ایونت که مسابقه سالوسی کوا و کوین اوونز بود، اونم خیلی مسابقه خوبی بود، ولی خب واقعیتش نظر منو بخواین دخالت های زیادی که داره توی مسابقات انجام میشه یه خورده برای من خسته کننده شده. حالا چه توی مچی که بین مثلا ری میستریو و فیودش با دامنیک هست هر سری یک دخالت میکنه، تا این داستان بلاد لاین هر سری دخالت رو من واقعا خودم یه خورده میگم بس دیگه، یه سناریوی جدیدی رو بسازید. تا از کودی رودز که رسما چالش کرد براک لزنر رو در بکلش. حالا با اینا کار نداریم، شو خوبی بود. یه چیز خیلی جالبی که الان من خیلی میبینم سعی میکنن روش مانور بدن، کلمه بزرگترینه و خیلی خیلی سعی میکنن که روی این کلمه مانور بدن به انواع مختلف. چه توی پارسالش که مسابقه براک لزنر رومن رینز و اسمش بود بزرگترین مین ایونت تاریخ رسلمنیا، امسال هم این عنوان رو نزده بودن ولی همه میگفتن مثلا بزرگترین مین ایونت تاریخ رسلمنیا. مثلا شو راو قبلی که مسابقه تک تیمی ثبت شده بود رومن رینز و سولاسی کوا مقابل کودی رودز و براک لزنر، من توی پرومو این هفته شو راوم دیدم بزرگترین تک تیم مین ایونت راو در تاریخ، یعنی خیلی میخوان سعی کنن که بزرگترین فلان این بساط بزرگترین درافت تاریخ. یه خورده کرینجه واقعا، یه خورده در نمیتابم واقعا. توی این ویدیو من واقعا میخوام بیشتر راجع به درافت حرف بزنم، درافتی که به گفته تریپلش خیلی درافت مهمیه، ولی واقعا بچه ها این درافت خیلی مهمه، درافتی که به قول خود دیگه این بازی رو قراره که عوض کنه. حالا درافت داستانش چیه؟ برای بچه هایی که حالا یه درصدی که نمیدونن درافت، خب میدونیم که بچه ها کمپانی WWE سه تا برند داره، دو تا برند اصلی در کل میشه را و اسمکدان و یه دونه برند NXT هستن که همه کشتیگیرا توی هر برندی هستن و توی اون برند فعالیت میکنن. درافت یک مراسمیه که دوباره از اول هر برندی کشتیگیرا رو انتخاب میکنه و ممکنه کشتیگیرا از برندی به برند دیگه برن، و خب در سالهای گذشته این اتفاق بین را و اسمکدان میافتاد. NXT که بحثش جداست، اصلا یه در واقع شو اینجوری به ما گفتن که برای افراد تازه وارده، یعنی کسی که تازه وارد WWE میشه اول میرن NXT، اونجا یه تایمی میمونن، اگه شد میان به مین راستر سطح بالاتری از NXT. ولی چیزی که بوش میاد امسال NXT هم جزو این درافت ها هست و در واقع ما درافت سه برنده داریم. اتفاق خیلی به نظر من جذاب میتونه باشه، یه سری کشتیگیرا کال اپ کنم به راو اسمکدان و شاید هم بالعکس یه سری کشتیگیرا برن به NXT. اینش یه خورده برای من جالبه که چه اتفاقی میتونه بیفته. همیشه هم همین بوده، هفته های مونده به درافت همیشه یه خورده اون نظم اینکه هر کشتیگیر توی برند خودشه از بین میره. الان میبینید دیگه، مثلا متری دل هم راوه هم اسمکدان، سمی زمین میره میاد، یعنی این اتفاق همیشه میفته. الان تعجب نکنید که الان یه سری کشتیگیرای میرن این شو اون شو، کلا همینه. هفته‌ای مونده به درافت کلا این داستان هر کشتیگیری برای هر برندی رو استفاده نمی‌کنن، میگن خب انجامش بدیم دیگه. ولی خب خیلی مهمه، از اونجایی که رومن صاحب دو تا شهرونده، رومن رینز به کجا درافت میشه؟ به کدوم برند؟ آیا شهرونده آی سی و یو اس به برند متقابل میرن، یعنی مثلا آی سی مثل سال 2016 دوره میره به راو یا کرمند یو اس میاد به اسمکدان؟ کشتیگیرایی که صاحب دو تا کمربند دو تا برند هستن چه بلایی سرشون میاد؟ کمربند یکی میشه، کمربند جایگزین میشه؟ این خیلی مهمه. من یه تئوری دارم راجع به کسی که صاحب دو تا کمربند از دو تا برند هستن، تک تیمی مثل تک تیم سمی زین و کوین اوونز. من این ایده رو دارم که میتونه این ایده اجرایی بشه، اینکه این دو تا کمربند تبدیل به یک کمربند بشه، مثلا اسمکدان سمی زین و کوین اوونز رو بگیره و در شو راوی کمربند تک تیم جدیدی
ساخته بشه که حالا اولین قهرمانش فلان، حالا هر تکتیمی که میتونه باشه. سر رومن هم همین داستان میتونه که صدق بکنه، یعنی رومن دوتا شهرمندش یکی بشه، ولی خب بره توی برند خودش راف اسمکدان، حالا هر جو مثلا راف و اسمکدان یه شهرمند جدیدی داشته باشه. این ایده به نظر من خیلی میتونه خوب باشه، اینکه هم یه برند دیگه یه قهرمانی داره، هم رومن هم چیزی ازش کم نشد، اون دوتا شهروند رو داره. ولی یه احتمالی هست که ممکنه حرکتو نظرم میخوام فقط حواسا به رومن باشه کار این دوتا شهروند رو داره، این یک کمپانیه، به خاطر همین ممکنه که این حرکت هم نزنن که آقا نه ما یه قهرمان سطح یکی دیگه نمیخوایم، فعلا همه حواسا به رومن باشه. احتمالش کمه ولی خب احتمالم داره. حالا تو این ویدیو بهتون میگم اینه که رومن یکی از کمربندا رو کامل واگذار بکنه. حالا چه کمربندی؟ من احساس میکنم کمربندی هستش که اون تایتل رین کمتری داره رو واگذار میکنه، با اون تایتل رین بیشتره ادامه میده، یا شاید یونیورسال بده مثلا با دبلیو به اون رکورد 9000 روزه ای که به زور میخوام به اون رکورد برسوننش برسه. اینم ممکنه، خیلی احتمالش کمی که رومن مثلا یک کمربند همینجوری بخواد بده، و اگر بخواد این حرکتو بزنن نمیدونم بابا. بدترین حالتش همینه، اگر میخوان این کارو بکنن به نظرم همون داستانی که گفتم، این کمربند دست رومن یکی بشه، یک کمربند کاملا جدیدی اضافه بشه به برند مقابل. و خب در واقع تریپل اچ داشته توی سیستمی که وینس برای اون در واقع فراهم کرده بود داشت کار میکرد، ولی از این درافت به بعد که خب درافتیه که خب من فکر نمیکنم وینس دخالتی داشته باشه و تماما قراره که تریپل اچ نظر بده بگه آقا این کی کدوم برند باشه کی کدوم برند نباشه، و اون پلن هایی که تریپل اچ داره، اون پلن های اصلی که برای برند ها داره رو میتونه پیاده بکنه. یعنی دقیق میدونه اوکی کیو ببرم تو کدوم برند، با این میخوام چیکار کنم، این چه فیودی داره، و خیلی خیلی میتونه با سازماندهی بیشتری استوری لاین ها رو ببره جلو و شو ها رو ببره جلو. امیدوارم توی این درافت یه تغییراتی داشته باشیم، مثل تغییر استیج شوها یا حتی لوگوهای تغییر بکنه. این تغییر به نظر من خیلی خیلی مهمه و میتونه تاثیرگذار باشه که اگه درافتی اجرا شد بیایم لوگوی راو رو یه تغییر کوچیکی بدیم، چون لوگوهای راو اگر خوب طبیعتاً دنبال میکنید هر چند سال یه بار یه تغییر ریزی میکنه و اون آرنا اون تم هم یه خورده عوض میشه، و به نظر من این اتفاق جذابی میتونه باشه برای شروع کننده یک دوران جدید. از اون طرف باز ایده این اومده که دوباره تریپل اچ تو فکر پیپریو های مختص شو هاست. اگه یادتون باشه تقریبا سال 2016 فکر کنم تا 18 بود، دو سه سال بود که هر برندی یه پیپریو مختص خودشو داشت و مثلا توی سال سه تا پیپریو مشترک بیشتر داشتن. اگه یادتون باشه مثلا اون که هلین سال فقط مخصوص راو بود، TLC فقط مخصوص اسمکدان بود. من خودم با این موافق نیستم، به نظر من پیپریو همچنان باید مشترک باشه بین هر دو برند و اون داستان جدا شدن رو واقعا نیستم. ولی در کل میگم این درافت واقعا مهمه، یعنی قشنگ بازی رو عوض میکنه، اینکه چه اتفاقاتی قراره که بیفته رو قشنگ ما از این درافت ها میتونیم بفهمیم، کی میاد کی جایگزین میشه و چه بازگشتی میتونه داشته باشه. خیلی مهمه، ممکنه بازگشت داشته باشیم که این داستان برند ها، داستان کمربند ها چی میشه، آیا قراره که همینجوری کمربند ها دوتایی باشه هر کدومشون برن یه برن هی این بر اون بر، یا یعنی اینکه نه میخوان قشنگ جدا بکنن، ولی احتمالاً جدا میکنن. وقتی قرار که درافتی برگزار بشه طبیعتا نمیخوان مثلا سمی زین و وینوبنز هی این برند اون برند، خب به هر حال قهرمان دو تا برندن، باید هر دو تا جو باشن طبیعتا، و این یه خورده باعث مشکل میشه، آدم سردرگمه. باید به نظر من یکی بشه این داستان و حالا یک چرمنده دیگه به اون برند اضافه بشه. اینم از این، دمتون گرم، لایک و ساب و کامنت فراموش نشه، اون زنگوله رو حتما بزنید، اون زنگوله از همه اینو مهمتره که من هر وقت ویدیو جایی گذاشتم سریع بیای و اون ویدیو رو ببین.